سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه از باید بدانیم به حمله دوباره شهره قمر به ابراهیم رئیسی در مورد اتفاقات اخیر میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. شهره قمر بازیگریه که این روزها به شدت با ادبیات متفاوت خودش از گذشته باعث حواشی زیادی شده. بعد از اتفاقات بی ارزش شدن پول ملی و بی اهمیتی حکومت به وضع معیشتی مردم و روند سعودی و غیر قابل کنترل دلار، حالا انتقادها از عملکرد ابراهیم رئیسی و دولت بیش از پیش شده. اقتصاد بیمار و مرده کشور و فشار تحریم‌ها و عدم کفایت مدیران کشور باعث این وضع اقتصادی عنوان میشه و بارها در فضای مجازی با انتشار متن‌ها از دولت و نظام انتقادهای تندی میشه. اما حالا با گسترش فشار اقتصادی، بی اهمیتی دولت به قیمت‌های رو به افزایش کالاهای مردم در کشور، برخی مردم و هنرمندان و افراد مشهور به این قضیه واکنش تندی نشون دادن. شهره قمر که پیش از اینها بارها بعد از خیزش سراسری از مردم حمایت و از حکومت انتقاد میکرد، این بار مثل قبل ابراهیم رئیسی رو مورد انتقاد و تهدید تندی قرار داد و برای رئیس جمهور وقت نوشت: ابراهیم رئیسی، سه دور خودتو شهید راه کفر کردی برای قدرت. هنوز زنده ای چون من نخواستم. میخوام با بی‌آبرویی بدتر از روحانی سقط بشی. و همچنین در چند استوری تند و انتقادی به ابراهیم رئیسی تاخت و نوشت: وریفای رئیسی و من شهره قمر رو گرفتم. ایشون دغدغه شهرت داشتن، ما هم اغناشون کردیم. منوی ایران و امام زمان. و همچنین در استوری دیگه ای نوشت: وریفایتم برات گرفتم، دیگه چی میخوای دوزاری؟ تهش چی؟ رئیسی هنوز استعفا نداده، به قول بلاد کفر شت. بلایی که سر هر کسی که به زبان آوردم. و سلام شهره قمر. خانم بازیگر همچنین به شدت به محسن آقا علی اکبری تاخت و برای این تهیه کننده سینما که سابقه همکاری با شهره قمر رو هم در کارنامه هنریش داره نوشت: بعد از قربان محمدپور و علی رویین‌تن و حسین فرح‌بخش، نون به نرخ روزخور هر دوره، این به نرخ روزخور یکی از فاسدترین و متجاوزترین هاست که آتش به اختیاره و خونش حلال بر هر آزادی خواهی. مدت ها پیش بود که شهره قمر با ادبیاتی عجیب در پاسخ به حمایت برخی بازیگران از اعدام نوید افکاری مطالبی منتشر کرده بود که باعث حواشی زیادی شد. جنجال از اونجایی شروع شده بود که خانم بازیگر در پاسخ به حامد بهتاد که به شدت مخالف اعدام نوید افکاری بود نوشت: جناب بازیگر، هنرمند یا هرچی، به جای پوز روشن فکری یه الگوی درست باش برای همسن و سالات. بعید نیست شما مثل دوستمون فردا بگی من جنسیتم زنه و فرداش انکار کنی. مثل توتی حرفای تکراری منافقین رو غربال نکن. خانم بازیگر که به شدت تصویر متفاوتی از خودش در اذهان عمومی به نمایش گذاشته بود و بارها از اعدام کنید صحبت میکرد و در استوری خودش هم نوشته بود: هر گناه تاوانی داره. طبق تمامی قوانین، هم قانون فیزیک، هم فلسفه، هم کارما، من به حکم اعدام بله میگم، حتی اگه حکم خودم اعدام باشه. محکومین به اعدام باید اعدام شوند. و حالا او این روزها با شدت گرفتن اعتراضات مردم در خیزش سراسری کشور به یک باره از منتقدین و معترضین با سرکوب وحشیانه مردم شد و بارها به حکومت و نظام حمله کرد. تغییر رویه عجیب خانم بازیگر به نحوی بود که حتی باعث شد برخی از مردم که تا امروز دنبال کننده این بازیگر نبودند به صف هواداران اون بپیوندند و او با انتخاب مردم در حمایت از اونها به نحوی گذشته خودش رو به درستی با ایستادن در کنار مردم پاک کرد. خانم بازیگر حالا بعد از اتفاقات و حواشی بازداشت شدگان اعتراضات و حکم محکومیت برخی افراد و همچنین اجرای حکم اعدام دو تن از بازداشت شدگان خیزش سراسری در روزهای اخیر
با انتشار متنی جنجالی و عجیب نوشت: از ابراهیم رئیسی و اطرافیانش مدرکی دارم که فقط باید بمیرند. مجبورم به افشا نکنید، اما با حرکت و اعدام بعدی فاش خواهم کرد. و سلام شهر قمر. در این روزهای پر از همهمه و اتفاقای تلخ در کشور و تظاهرات گسترده، دو دستگی عجیبی بین هنرمندان مشهور کشور به وجود اومده. شهر قمر بازیگریه که هرچند خیلی سابقه کاری منحصر به فردی در سینما نداره، اما همیشه حواشی اظهار نظرهاش بیشتر از رزومه کاریش نمایان بوده و باعث شهرتش شده. بعد از فوت مهسا امینی، حالا او که مدت‌ها حامی حکومت بود و به همه هم میتاخت، این روزا با تغییر عقیده 180 درجه‌ای از او روبرو هستیم. در پست اینستاگرامی نوشته: جناب آقای رئیسی، روزی که بنا به وظیفه ملی سرزمین آبا و اجدادیم به شما رأی دادم، یک رأی اولی بودم که سالها مورد ظلم و تجاوز و تبعیض و فقر واقع شده بودم. در انتخابات شما صفحه 4 میلیون اینستاگرامم رو ستاد انتخاباتی شما کردم بدون هیچ پیش داشتی و صرفاً برای وظیفه ملی، و این در حالی بود که در دولت روحانی امثال باران کوثری ها و هانیه توسلی ها میلیون ها دلار برای تبلیغات از ایشان مزد گرفته بودند. شعار شما در انتخابات حمایت از مظلومین و گشت ارشاد مفسدان بود. امروز بعد از گذشته 1 سال و اندی، در نهایت استیصال و نادم از اعتمادی که به دولت شما کردم، فقط یک سوال برام بین هزاران ابهام و سوال پیش آمده: بهتر نبود گشت ارشاد اختلاسگران، آقازاده ها، متجاوزین جنسی، امثال حسین فرابخش ها باشی تا دختران بیگناه سرزمینم؟ امروز جمعه مورخ 25 شهریور 1401، رأی خودم رو از شخص شما پس میگیرم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.